پس از آنکه عربستان سعودی و متحدان مهلت داده شده به قطر را به مدت 48 ساعت تمدید کردند و اعلام کردند به میانجیگری کویت تا پایان روز سهشنبه فرصت داده می شود تا قطر به خواستای 13 کانی عربستان سعودی، بحرین، امارات و مصر پاسخ بدهد با این حال کویت میگوید پاسخ های قطر را دریافت داشته است این کشورها قطر را به حمایت از تروریسم و نزدیکی با ایران متهم می کنند قطر با رد ادعای حمایت از تروریسم گفته از آماده گفتگو برای حل اختلاف ها با همسایگان عرب است. به گزارشی در این باره توجه فرمایید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه از نیوجرسی که تعطیلات آخر هفته و سال روز استقلال آمریکا را در آنجا سپری می کند، تلفنی با ملک سلمان، پادشاه سعودی، شیخ محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی و شیخ تمیم بن حمد امیر قطر گفتگو کرد و نگرانی خود را در مورد ادامه بحران و اختلاف میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ابراز داشت. پرزیدنت ترامپ در این های تلفنی بر اهمیت مبارزه با تروریسم، خشکاندن منابع مالی افرادگرایی و بیعتبار کردن ایدئولوژی آنها تاکید کرد و با اشاره به نشست ماه گذشته در ریاض، اهمیت وحدت کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم را یادآور شد. در همین حال امروز شیخ خالق بن محمد آل سانی وزیر دفاع قطر اعلام کرد همسایگان عرب در صدد تغییر رژیم قطر هستند. این دقیقا همون چیزی که داره اتفاق میفته. من درباره فرضیه ها حرف نمیزنم. در سال 1996 هم یک کودتای جدی برنامه ریزی شده بود. سال 2014 هم یک کودتای نرم رو برنامه ریزی کرده بودن. حالا سال 2017 هم یک کودتای نرم دیگر در برنامه است. تفاوت قطر با سایر کشورها در این است مردم قطر آشقانه امیرشان را دوست دارند حاضرند در راه امیر و کشورشان جان فدا کنند چهار کشور از قطر خواستند پایگاه نظامی ترکیه در امیرنشین را تعطیل کند رابطه با تهران را به حد دقل برساند شبکه تلویزیونی الجزیره را تعطیل کند و دست از حمایت از تروریسم بردارد. کریس دویل مدیر شورای تفاهم بریتانیایی عرب میگوید انجام خواست های چهار کشور قطر را تحت حمایه همسایگان عرب می کند. Demands, that... فهرست خواست ها العاده است. معنی واقعی آن یعنی قطر تحت حمایه عربستان سعودی بشود. از حاکمیتش، سیاست خارجیش و نه تنها از الجزیره بلکه از شبکه کامل رسانهیش دست بردارد. که البته به هیچ روی اینها عملی نیست. قطر پایگاه نظامی ترکیه را نخواهد بست. تنها ایران، داعش و تا حدی روسیه از این بحران سود میبرند. پس چه بهتر که هر زودتر حل شود. اسکات لوکاس استاد روابط بین الملل دانشگاه برمینگهام به رقابت دیرین ریاض و دوهه اشاره میکند. بین سعودی و قطر رقابت ها تایی دهه ها ادامه داشته اما در حال حاضر نزدیکی قطر با حماس و اخوان المسلمین که از دید چهار کشور تندرو و تروریست به حساب می از یک سو و جاه طلبی محمد بن سلمان ولیعهد جوان سعودی که خواهان مهار ایران و تحمیل سیاست ریاض بر همسایگان است از سوی دیگر مسئله ساز شده است قطر این خواستها را مقایر حاکمیت ملی خود خوانده و وزیر دفاع می گوید، امیرنشین آماده دفاع در برابر هر نوع تجاوز است. قطر لغمه راحتی نیست که با آسانی شود. ما آماده دفاع از کشورمان هستیم. امیدوارم به جای نرسیم که کار به مداخله نظامی بکشد. ما همیشه آماده دفاع هستیم. هر روزه با این اراده زندگی میکنیم که از کشورمان دفاع کنیم. دولت قطر از آغاز بحران جاری مدام تاکید کرده است که از تروریست و افراطگرایی حمایت نکرده و آماده گفتگو با همسایگان عرب برای حل اختلاف هاست. چهار کشور مخالف قطر نگفتند در صورت خودداری این امیرنشین از انجام خواستهای آنها چه واکنشی نشان خواهند داد.